این ورودی آب هست برای شاور، اینم خروجی آب برای بخارتون. پس اگه بخار دستگاهتون خوب نمیاد میتونه به خاطر گرفتگی این باشه. الان این سلام و درود خدمت دوستان عزیز، بعد از مدت ها ما برگشتیم با یک ویدیو جدید. اینقدر که شما به اون لطف داشتید، اینقدر که زنگ زدید، پیام های مختلف، کامنت های مختلف، هی سوال پرسید در مورد قسمت ها، مشکلات مختلفی که دست توی سرویس و تعمیر دستگاه اسپرسو سازتون براتون به وجود می اومد، اینقدر که از ما سوال پرسیدید. من امروز میخوام یک ویدیو کامل براتون ضبط بکنم، تمام اجزای دستگاه اسپرسو ساز رو بهتون یاد بدم و ایرادایی که چطوری میشه رفع کرد اینا، یه ویدیو کامل که دیگه از این بعد هر کس زنگ میزنه فقط به خاطر سفارشش زنگ بزنه. البته که من ممنونم ازتون بابت اینکه به من لطف دارید، یکی اینکه ویدیوها رو تماشا میکنید تا آخر، کامنت بر ما میذارید، وارد سایت ما میشید، از ما خرید میکنید. مهمترین چیز بر ما همینه، تمام این زحمت هایی که میکشیم بر بیزنس ما همین هستش که ما بهتون قهوه بفروشیم. کار اصلی ما هم رستری قهوه هستیم، به صورت عمده فقط تک فروشی ما توی سایت ما هستش که سایت ما خوب داره کار میکنه. ممنونم ازتون دوباره، حتما همه کسایی که این ویدیوها رو میبینن برای حمایت از ما میرن از تو سایت ما خرید میکنن، ارسال ما رایگان هست به سراسر کشور. خب همونجور که میدونید، من قبل از هر چیزی میخوام که بهتون بگم، یکی اینکه ما کار ما تعمیرات نیست حقیقتش، فقط تعمیرات دستگاه اسپرسو ساز صنعتی رو ما در آینده نزدیک میخوایم راه بندازیم. حالا یه سری کاراش داریم انجام میدیم که اون موقع میتونیم در خدمتتون باشیم، ولی در حال حاضر این دستگاهی که میبینید بعضی آدم فیلم میگیرن میفرستن، همش مال یا آشناهاست یا بر مشتری قدیمی ما هستن. بعد این کار اونا رو را بندازیم به اون صورت که، چون خیلی هاتون زنگ زدید لطف داشتید به من که خواستید دستگاه رو بفرستید ما تعمیر بکنیم، در حال حاضر ما این کار رو نمی کنیم. حتی توی همین شهر خودمون کسی از بیرون برای ما یه چیز بیاره ما قبول نمی کنیم حقیقتش، تو فرصتش نداریم. اما به معنی که شرط داریم تلاش بکنیم که شرط رو فراهم بکنیم، به معنی که این شرط فراهم شد ما توی سایتون اعلام میکنیم، حتما یک ویدیو میذارم اختصاصی میگم دستگاهتون قرار شد برای ما بفرستید. من تا امروز ما دستگاه خانگی همشون مکانیزم یکیه، یعنی همشون یه ترموبلاک دارن، یه پمپ آب دارن، این دو تا رتبن دارن، یعنی پمپ آب میاره بالا توی این ترموبلاکه که باز میکنم الان بهتون نشون میدم، یه المنت هست اون المنت داغ میکنه آب و اون پمپی که اینجوری داره کار میکنه به خاطر این مکانیزمی که این شیپی که این ترموبلاک داره، این آب میاد داخل پورتافیلتر، داخل این شاورتون قرار میگیره و فشار اصلی رو توی دستگاه اسپرسو ساز خانگی این پورتافیلتر دستگاه متقبل میشه و بسکت دستگاه. خیلی اوقات خیلی مشکلات به خاطر این بسکته و به خاطر گرفتگی توری این پورتافیلتر، یعنی این دوتا خیلی اوقات شما این دوتا رو مشکلتون حل بکنید اصلا نیاز نیست دستگاه دست بزنید. بعد از اینکه نکته مهم اینه که اگر فنی نیستید یا وقت کافی ندارید دستگاه رو اصلا دست نزنید، باز نکنید که براتون گرفتار ایجاد بکنه. البته خیلی از این دستگاه چیز ساده ای دارن، چیزای خیلی پیچیده ای ندارن، منتها بعضی دستگاه دوباره خونگی ان به اسم نیمه صنعتی میفروشن، قیافش خفنه ولی داخل شما بازوگاه میره همون ترموبلاک و همون مکانیزم و همون سیستم وجود داره، منتها حالا مثلا یه بردی بهش اضافه کردن که یه خرابی اضافه بر سازمانی براتون ایجاد بکنن. به اون صورت منظور از این صحبت اینه که مثلا یه دستگاه شما می‌خرید 20 میلیون تومان با یه دستگاه می‌خرید 5 میلیون تومان 4 میلیون تومان، تفاوتشون 15 میلیون تومان نیست. این لوپ کلامی هستش بر اساس تجربه، حال نظرات مختلفه، من نظر خودم دارم، شما میتونید در مورد نظرم تغییر بکنید. مون تا دستگاه صنعتی داستانش فرق می‌کنه، حتی دستگاه صنعتی شما استوک هم بگیری باز ارزش داره. دستگاه صنعتی شما اصلا مکانیزم فرق میکنه، بویلر داره، معمولا دو تا پمپ دارن دستگاه و قدرت بیشتری واقعا دارن. وگرنه دستگاه خانگی، یعنی شما دستگاه از رنج قیمت 2-3 میلیون تومان تا 10-12 میلیون تومان همشون از نظر من یکی هستش، خیلی فرق نمیکنه. حالا آلیاژ و اینا یه مقدار فرق میکنه ولی قهوه همون قهوه رو میزنه. یعنی بخوام یه توصیه هم بکنم برای کسایی که دستگاه خانگی دارن میخوان کیفیت کارشون رو ببرن بالا، یا دستگاه بخرید صنعتی بخرید یا حداقل یک آسیا خوب بخرید.
این میتونه کیفیت کارتون رو ببره. وگرنه با دستکار مثلا 5 میلیون تومانی رو بدی یه دستگاه 15 20 میلیون تومانی بخری، that's the same things. این همون چیز قبلی است که شما خرید داره 10 تومن بیشتر پول دادی چیز خوشگل نگرفت. دستگاهی که امروز برای ما اومده، من یعنی اینو که اومد دیگه سوژه شد که من براتون ویدیو. این دستگاه فشارش کمه، ببین اینجوری به زور داره کار میکنه. من این دستگاه رو باز میکنم با هم دیگه نگاه کنیم. قبل از هر چیز من یه نکته میخوام در مورد این نکته طلایی هستش، یعنی من حتی جداگانه یک ویدیو درست میکنم کوتاه براتون میفرستم، اینو هر کسی بهتون نمیگه این چیزی که من دارم بهتون میگم در مورد این دست این بسکتای اسپرسو سازای خانگی هستش. ببین بسکت این ورش نگاه میکنید یک عالم سوراخ داره، این ورش نگاه میکنید یه دونه سوراخ بیشتر نداره. این فشار اصلی که دستگاهتون داره رو این داره تعمیم میکنه. حالا پمپ دستگاه بله داره کار، ولی کار اصلی رو داره این میکنه. اینا رو معمولا در چنگا باید عوض بکنید. من حالا داریم در مورد صحبت زمانی صحبت میکنم که شما اینو نمیتونید پیدا بکنید، در وضعات کم میشه. البته ما داریم تو سایتون خواهیم گذاشت به زودی، مثل همون آچاره که قولش داده بودم هر دو دار با هم دیگه میذارم، حتما اصلاحی میکنم از اینکه من سری قبل قول دادم که یه آچار بذارم بر فروش، خیلی هاتون دنبالش هستین، انشالله تهیه میکنم در سایبه. و این دو جداره هستش، اینو اگه یه سطح صافی پیدا بکنید، حالا من اینجا ببین به این حالت بزنید ببینید در اومد این جداره ازش جدا شد. معمولا این سیاه هستش، حالا بر شما اگه خراب باشه مشکل داشته باشه، اینجا کاملا سیاه هست و این توری ها هیچ نوری رو از پاشون رد نمی کنه. این هم اینجا من نگاه می کنم خیلی از سوراخاش گرفته، ولی معمولا یالا تمیز شده است، احتمالا همکارمون زودتر از من تمیزش کرده اینا. اینو حتما اینو که باز کرد بعد ببین الان این خیلی راحت باز شد شما، ولی اینو باید در واقع بزنید سطح این، چون قبلا اینو باز کرده دوست ما. این اگه برای اولین بار باشه میذارید سطح زمین کاشی معمولا باشه خیلی خوب. اینو به همین حالت صاف حدودا 20 تا 30 تا شما دیگه ماکسیمم بزنید، صاف بزنید، دستتون مواظب باشید بزنید، این جدا میشه ازش جدا میشه، تمیزش میکنید بعد میذاردش این تو. تمیز کردن این چطوره؟ اینو ما باز کردیم. بهترین چیز از اینا بگیرید، این فلچ سیمیای کوچیک تو دیجیکال هم داره 20 سانسی با بیشتر پولش نیست. اینو با این حالت میزنید، تمام سوراخاش رو باید باز کنید. یکی سوراخاش باز شد این بعد اینو چیکار میکنم؟ حالا با ریکا اینم الان میشورم دیگه ویدیو نمیخوام بگیرم. اینو به این حالت صاف میذارید، بعد اینو برمیده اینجوری فشار میدید محکم، این صفر مازه باشه، فقط کجش نکنید، کج جا نزنید. این نکته شمینه، این نکته واقعا میلیون دلاری بود، خواستم اینو بهتون بگیرم. من قبلا در مورد باز کردن این دستگاه ویدیو گذاشتم، حالا تو ویدیوهای دیگه ما رو حتما نگاه کنید، اونجا این مراحل باز کردن و چیزا رو توضیح دادم. الان نمیخوام جلوی شما باز کنم، باز میکنم بعد ویدیو رو دوباره پاز پلی میکنم که رکورد بشه. اینم که قبلا بهتون گفتم، اینم اینجا یه دونه پیچ داره، باز میکنید این متعلقاتش میاد بیرون، تمیزش میکنید کامل، یکی از مهمترین بخشای سرویس. حالا ولی میخوام در مورد خود دستگاه باشه، ادامه ویدیو رو همراه ما باشید. خب ببینید این دستگاه که اینجا باز میکنید، اینجا ما دوتا شلنگ ورودی آب داریم، یه دونه آب میکشه یه دونه آب اضافه داره وارد میکنه کار نکنم، یه دونه پمپ ما اینجا داریم که من الان باز میکنم براتون. ببینید بعضی اوقات این شلنگاتونو که باز میکنید اینقدر که سیاه هست، شما نیازه اصلا از همینجا همین شلنگا رو یکی یکی در بیارید و جدا جدا تمیزش بکنید، این شلنگا رو بد نصب بکنید.
چون بعضی اوقات از آبای آلوده استفاده میکنن، این آب باعث رسوب سنگین میشه بر دستگاه. یه مقدار وقتی که دیگه شما دستگاه باز میکنید میخواید تعمیر بکنید، دیگه مثل تعمیرکار باید فکر بکنید. حالا خیلی اوقات مثلا ای بو اینا آدم میتونه چیزایی باشه که من بهتون نمیگم، نتونستم بهتون مطلع بکنم، بهتون انتقال بدم، ولی مثلا شما خودتون میتونید ایراد رو رفع بکنید. من فقط کاری که میخوام بکنم امروز این که اجزا رو کامل بهتون یاد بدم. این الان باز شد. ببینید این مکانیزم کلی دستگاه خانگی همینه. یه ترموبلاک دارن اینجا، الان این داغه من بازان دستان، یه اینا سویچ های حرارتی هستن که حرارت رو یک دمای قطع بست میکنن. این پشتم یه دونه خازن حرارتی داره، دوباره سنسور حرارتی داره. همیشه حالا دستگاه مختلف ممکن سیمکشی های مختلف داشته باشه. بهترین کار اینه که موقعی که شما باز میکنید برای بار اول، چند هر منطقه مرحله که میرید یه عکس بگیرید که بعدا بتونید همونجوری جا بزنید. برای این دستگاه مثلا ما این شلنگ که وصل میشه به این فشار سنجش رو اول باید جدا بکنیم که راحت این باز بشه. به این حالت اینو باز میکنیم. اینجا این شلنگ برای قسمت بخار دستگاه هستش. این خارا رو فقط گم نکنید، اینا رو با احتیاط باز کنید. این شلنگش رو در میاره. این شلنگی که معمولا این پایین هست مربوط میشه به قسمت شاور دستگاه که اسپرسو از اونجا میاد. این خودتون هم نگاه بکنید، مستقیم از پمپ اومده به این قسمت فشار شکنش که یه طرفش میره سمت فشار سنجی، یه طرف میره برای این ترموبلاکتون. من رو باز میکنی الان یعنی داغه، من یه مقدار بذارم خنک شایقتش. نزیم یه پیچ اینجا داره که اینو سنسور حرارتیش رو اینجا گذاشته، شل میکنی که باز بشه. الان ما امروز چون میخواییم که اینو از برش فقط سرویس بکنیم و بهتون بگیم کجا ممکنه معمولا گرفتگی داشته باشه. ولی ترموبلاک باز میکنم که باید خنک شد برش دارم. ببینید خیلی اوقات برای ما پیش اومده چون آبا جرم دارن معمولا، در مورد یه ویدیو هم داریم در مورد چه آبی باید استفاده بکنیم و حتما ببینید اگه شد تو یوتیوب اگه باشه، حتما میذارم بالا این صفحه که برید نگاه کنید که آب چه آبی باید استفاده بکنیم. ببین این ورودیه، این آبا معمولا سوراخش میگیره. من اینو بازم میکنم احساس میکنم این سوراخش گرفته. موقعی که بلاک رو باز کردم از اون ورش بهتون نشون میدم. معمولا اگه نخواستی ترموبلاک رو باز بکنن چون نیاز آچار آلن داشته باشه و یه مقدار بزرد سفت میشه، شما اصلا یه دونه مفتول یا ارزم بزرگ یا یه دونه میخ اینجا پیدا کردم اینجور بندازید دستگاهتون رو باز کنید. نیاز نیستی ترموبلاک رو باز بکنید، همین رو باز کنید در همین حد. این دیگه چیز بندازید این تو، مواظب باشید فقط فشار خیلی ندید. بعضی وقت گرفتگی فرق میکنه با اینکه شما مثلا اینو تا اینجا کردی تو و دوباره فشار میده که از اون ور بزنه بیرون. یعنی این فشار رو امیدوارم خودتون دیگه بلد بشید. کسی که فنیه تا اینجا میخواد باز بکنه مطمئن نیاز به این توضیحات من نداره. بیشتر اینجایی که گرفتگی داره معمولا این دو تا سوراخ هست. خیلی اوقات شما همین دو تا شلنگا رو باز میکنید، من اینو باز کنم چون آب میریزه دقیقاً آب ریخت. یعنی گرفتگی نداره به اون صورت. داره یه مقدار. همینو باز میکنید کارتون حل میشه. ولی این دستگاه رو میخوام ترموبلاکش هم باز میکنم. سعی میکنم تا خنک شه. همینجور که میبینید الان این دستگاه از این طرفش که واقعا داغونه. من نوه باز کردن این پیچ رو قبلا یک ویدیو کامل در مورد این پیچ گذاشتم، حتما اون ویدیو رو ببینید.
که گفتم پیچ داستانش چیه. حالا من این پیچو سعی میکنم باز کنم، ولی اگه باز نشد دیگه باید متو و دیلر بیارم باز کنم، که حالا من امروز نمیخوام این کار انجام بدم. معمولا زیر این خیلی گرفتگی داره، که حالا یه روش بهتون یاد میدم که اگر پیچ نتونستید باز کنم، ببینید که اگه پیچ باز نمیشه زیاد باش کلنجار نرید. این توصیه فنی من به شما، من اینکه واقعا دیگه عزم درست کردنش همون روز و همون هفته دارید باش بر بید، وگه نگه دیدید باز نمیشه اصلا بهش فشار نیارید، چون راه دیگه ای وجود داره که الان بهتون میگه. یکی از خرابی های دستگاه معمولا این واشر این دستگاه هست، که من نوع تعویض واشر هم دوباره یک ویدیوی دیگه قبلا ضبط کردم براتون گذاشتم، حتما ببینید اگه خواستید. معمولا این واشر ها از اینجا شاید مشخص نباشه، ولی موقعی که بازش میکنید میبینید که یه پارگی خاصی داره، اونو درست بکنید اگر نیازه. یک خرابی دیگه که اکثرا برای این دستگاه وجود داره خرابی این المنته، این المنت این دستگاه، این هم ما تو سایت میذاریم برای فروش حتما. المنت هم باز کردنشون تعویضشو من حتما در آینده نزدیک میذارم، چون این المنتش سالمه. دستگاه اینجا خراب دارم که المنت خراب باشه بخوام تعویض بکنم، اونا دوباره ویدیو میگیرم میذارم. یعنی ما رو سابسکرایب بکنید حتما تو یوتیوب خصوصا. المنت رو باید اینجور در بیارید به راحتی، المنت دیگه نصب میکنید. معمولا یه مقدار کار سختیه که به تو آموزش میدم چیکار باید کرد. یعنی المنتش سالم. پس اینا قسمت المنت رو داریم، این قسمت ورودی آب برای خروجی آب نازل بخار هست، این ورودی آب شاور هست برای دستگاه خونگی. معمولا این سوراخاش میگیره. الان این دستگاه سوراخش بازه. ببینید این گرفتگی داره یه مقدار. یعنی الان احتمالاً ببین راحت نمیره توش. یه ذره باش بازی میکنم، ببین الان باز شد، دیدید کامل تو ویدیو مشخص. الان بازش میکنم اون ورش بهتون نشون میدم چه خبره. این المنت این داغه، من میخوام که سریع ویدیو رو بگیرم. واقعیتش این ترموبلاک همه پیچاش باز شد، یه پیچش قبلا مثل این که جای دیگه داده باز کرده بود هرس شده، این پیچ باز نمیشد. حالا من اینو گذاشتم کنار، بعدا از یه طرق دیگه بازش بکنیم. من به جاش یه دونه ترموبلاک دیگه باز کردم که میخوام داخلش رو بهتون نشون بدم. همه توضیحات قبلی رو دادم براتون، نم خواستم بهتون اطلاع بدم که یکی دیگر رو باز کردم براتون. به این مرده میخوام این رو براتون، اینه که باز میکنه این ورش کامل برخواه این اینجا بود. این هم میخواید نصب کنید ببینید اینجا یه دونه سوراخ خودش داره، اینجا هم یه دونه حالت شاخکی داره که اینو باید به این حالت بسن بذارید موقع بستنش، چیز خاصی نداره. نه اگه باز نمیشه آن یه دونه اینجوری به این قسمتش بزنید کامل باز میشه. من الان ترموبلاک رو براتون باز کردم، این تمام اون چیزی هستش که ببینید، این تمام این تمام اجزای اصلی دستگاه اسپرسو ساز خانگیتون هست، این مهمترین اجزای اصلی اسپرسو ساز خانگیتون هست. اگر این ترموبلاک جرم داشته باشه مشکلات زیادی خواهید، فشار دستگاه پایینه از همه میتونه باشه، از قهوه‌تون طعم بدی داره از همه میتونه باشه، چون الان اینی که من الان باز کردم تمیزه. مطمئنن اینو من باز بکنم این خیلی جرم داره. حالا اگه اینو من باز کردم فردا حتما تو همین ویدیو براتون میذارم ادامه‌شو. بیام اینو براتون توضیح بدم. ببینید این ترموبلاکی که باز میکنید، اونجا من بهتون گفتم این ورودی آبش هست برای شاور، این ورودی آب هست برای شاور، این هم خروجی آب برای بخارتون. پس اگه بخار دستگاهتون خوب نمیاد میتونه به خاطر گرفتگی این باشه. الان این
این بازه، مشکلی نداره. یا اینم سوراخش بازه تقریبا. حالا از این ورش نگاه میکنم، خیلی اوقات شما این ورش نگاه میکنید اوکیه، ولی از این ورش کلی جرم توش جمع میشه. الان این دستگاهی که من باز کردم از شانس شما قابلا تمیزه، این ورم همینطور. اینا جرمایی هستنش که باعث میشه که طعم قهوه‌تون خراب بشه، دستگاهتون فشار نداشته باشه، زور نداشته باشه. باز کردن اینا هم کار نداره، یه چیز تیز، خیلی تیز نباشه که بدن را آسیب بزنه. این توش میندازید کامل باز میشه، یا از این ور میندازید کامل باز میشه. حالا وقتی اگه این خراب شد، خود اینم هست، نگرانش نباشید. ولی خیلی باش ور نرید که این رزوایی که این داخل وجود داره رو خراب بکنه. اگه این خراب بشه دیگه قابل حل نیست، باید ترمومتر کامل دیگه بگیرید. توی ترمبلاک دوباره یه واشر داره، این قسمت ترمبلاک یه واشری هم داره. این واشر هم خیلی اوقات پیش اومده که خراب میشه، آب از بغلاش میزنه بیرون، در اینجا شما آب میچی که پایین خود متوجه میشید. اما نکته ای که میخواستم بهتون بگم، اگر این پیچتون باز نشد و حالا امکان این ندارید بدید تراشکاری، یا حالا روش هایی که تو ویدیوهای دیگه گفتم انجام بدید، از همین ورش یه معمولا این سوراخ این ورش میگیره. حالا این یه دونه یه چیز میندازید داخلش، یه حالت فنری مانند داره. خیلی اوقات داخل این سوراخ پر جرم میشه که آب نمیاد پایین. شما یه دونه مفتول کلوفتن بندازید توش، همین اینجوری تمیز کنید، بکشید پایین. البته این یه حالت واشر فرم توش داره، یعنی کل اندازه این سوراخ اون ورش سوراخ نیست، یه نصف این سوراخ اونجا اون پایین سوراخه که این فنر میره توش. ببینید اگر این پیچش الان باز بشه بهتون میگم. بله، این پیچو که باز میکنید ببینید، این پیچ، این فنر، ببینید لاستیکش رو به پایین هست، به این حالته. اینم در میارید. این خود شاوره خیلی اوقات کثیفه، که حالا این کثیفه، خود این شاوره رو باید تمیز کنید، این قسمتش رو تمیز میکنید، حتی این واشرش هم میتونید در بیارید. ببین گفتم بهتون سوراخش اینور کوچیکه، ببینید اینور سوراخی نداره. من مفتول از این میندازم که شما ببینید حالا این سوراخش یه مقدار گرفته. حالا باش ببینید، ببینید این سوراخ گرفتگی باعث میشه فشار دستگاه پایین باشه. حالا من کامل باز شد، ببینید تاوال باز نم. این از چیزهایی که در مورد ترموپلاک باید میدونستید برای تمیز کردنش. اینجا هم همیشه کامل بشورید، یعنی هر چی دیگه یه بارچان باز کردید، هر چی جرم و اینا داره سعی کنید بردارید. این واشر هم شما در بیارید، زیرش معمولا کثیفه، که توی ویدیو قبلی رو نگاه بکنید، در مورد واشر من کامل توضیح دادم براتون. ببین الان کثیف بوده، الان من اینقدر فکر کنم الان خیلی الان کثیف نیست، ولی معمولا اینجا جرم میگیره و این مقدار سیاه هست، ولی خیلی کثیف نیست، از این کثیف‌تر هست فرافون، مخصوصا بین رای قهوه میخواید مواظب باشید. این از کل داستان دستگاه اسپرسو ساز. حالا یه قسمتش شما چیزشو دارید، خرابی پمپشو دارید. موقعی پمپ خرابه که شما بیایید ببین این دستگاه من دوباره در بیارم. موقعی پمپ خرابه که شما این شلنگی که از خود پمپ میاد بیرون رو شما باز میکنید، موقعی که میزنید آب با فواره نزنه بیرون، آب اینجوری یواش یا اصلا کار نکنه، آب اون موقع است که پمپ خرابه. یک، دو، این که پمپ این دستگاه اگه یک دقیقه کار میکنه 30 ثانیه باید استراحت بکنه، دو دقیقه کار میکنه 1 دقیقه باید استراحت بکنه. خیلی هم میانن آب نمیاد، همینجوری میذارن دستگاه اینقدر کار میکنه تا میسوزه، بعد دیگه صداش ضعیف میشه میسوزه. هر وقتی بیشتر از 30 ثانیه 1 دقیقه طول کشید و آب پمپاژ نشد پایین، یا اصلا کلا بیشتر از 30 ثانیه 1 دقیقه دستگاهتون رو تو حالت شاورش روشن نذارید، چه میخواید اسپرسو بگیرید، چه یا مثلا پشت هم میخواید اسپرسو بزنید، بین هر اسپرسو حداقل 30 ثانیه 40 ثانیه استراحت بکنه دستگاهتون. یه نکته نمیمونه
حالا چیزای دیگه هم خراب شدنی داره، الان مثلا کلیدا ممکنه خراب بشه، ولی این چیزی که الان بهتون گفتم این دیگه 90% حالات همین دستگاهتون مشکله. یعنی شما یه دونه ویدیو قبلی ما سرویس رو نگاه بکنید، سرویس دستگاه اسپرس ساز خانگی رو نگاه بکنید، با این ویدیو رو نگاه کنید دیگه چیزی برای تعمیر دادن بیرون ندارید، همه چیزو یاد گرفتید اینجا. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید، برای حمایت از ما سایت ما خرید بکنید، قوامون ارسالش رایگان، جدا از کیفیت بالایی که داره. یکی از دلایل کیفیت ما این هستش که ما رستری قهوه هستیم، یعنی قهوه هر چه زودتر رست تازه تر باشه کیفیت بیشتری خواهد داشت. قهوه‌ای که ما میفرستیم همیشه تازه هستش، در نتیجه شما قهوه بسیار با کیفیت تعیین میکنید از ما. ارسال اونم رایگان هست، قیمت اونم که عالیه، میتونید مقایسه کنید.